در مجلس پیش سخن به اونجا رسید که گفتیم انسان موجود مختار است. مختار بودن انسان از جمله رؤوس معتقدات اهل بهاست. ما انسان رو مختار میدانیم و نه تنها مختار میدانیم، بلکه مختار بودن رو در بین همه موجودات خاص او میدانیم. مختار به این معنا که اوست که میتواند بخواهد و میتواند مطابق با اون که خواسته است عمل بکند و اون چه که خواسته است و کرده است میتوانست نخواهد و نکند. و این خاص انسان، موجودات دیگر جز انسان نمیتوانند مختار باشند. موجودات پایین تر از انسان یعنی جماد و نبات و حیوان دست خوش طبیعت هستند. ترکیبشون یه ترکیب مادی الزامی است و به حکم مختزیات اجزای مادی در ترکیب اونها وارد شده از عمل میکنن. حتی حیات نباتی و حیات حیوانی هم به فرموده از عبدالبها به صریح ریان مبارک یه امر غیر مادی، یه امر مجرد که بتوان اون رو تعبیر به روح جوهری جدا از بدن دانست نیستن، یه همچو روحی ندارن. البته ما سخن از روح نباتی، روح حیوانی، حتی روح جمادی به یک اعتبار در آثار مبارک میبینیم، ولی هر جا کلمه روح به کار برود تجرد مقتضای آن نیست، لازمه آن نیست. هر روحی مجرد نیست، به طوری که در بیان مراتب ارواح از عبدالبها وقتی به روح انسان میرسند اثبات تجرد در بالای آن میکنند و الا روح نباتی و روح حیوانی رو به ترکیب بدنی و مادی اون متحقق میدانند و با تحلیلی که این ترکیب پیدا میکند اون روح رو هم زایل و فانی میفرمایند. پس به این ترتیب موجودات پایین تر از انسان در مراحل جمادی و نباتی و حیوانی یه اشیاء طبیعی هستند، یه امور مادی هستند و به همین سبب عرضه طبیعت یا بهتر بگیم عرصه طبیعت هستند، در زمینه طبیعت هستند. وقتی این طوره محکوم به ضرورت مادی و مراعات مقتضیات عالم طبیعت هستند. اگر به زبان علمی حرف بزنیم افعال و احوالشون ایجاب شده است به حکم شرایط و مقدمات و علل مادی. البته علم مادی به تعبیر جدید، نه به تعبیر ارسطو که در مقابل علم سوری هم سال قرار بگیره، یعنی تعبیر عللی از نوع اون چه در طبیعت میگذرد، در طبیعت جریان دارد که البته برای خود مادهی و صورتی هم دارد. و اگر به تعبیر الهیون بگوییم جماد و نبات و حیوان به اراده خدا در مسیری که برای اونها مقرر شده است بدون اینکه هیچ سهمی برای تعیین شدن احوال و افعال به اختیار خود اونها مقرر شده باشد جریان دارند و از اون جریان هم خارج نمی شوند. به عبارت دیگر یک راه بیشتر ندارند، در همون راه هم باید بیفتند و برند و به همین جهت هم هست که بد و نیک براشون معنی پیدا نمی کن. خیر و شر براشون مفهوم پیدا نمی کن. حیوان هرگز نمیتونیم بگیم کاری رو که کرد بد کرد یا خوب کرد، برای اینکه چنان کرد که میبایست بکنه، چنان کرد که نمیتوانست جز اون بکنه.
بنابراین نه بد و نه نیک درباره احوال و افعال اون نمیتوان به زبان آورد. اونجا که سر دوراه نباشد که بتوان انتخاب کردی از دوراه رو، نیک و بد معنی پیدا نمی‌کنه. ولو اینکه همون حالت وقتی تطبیق بشود بر انسان، همون عمل وقتی دیده بشود در انسان، ما ناگزیر درباره آن حکم به نیک یا به بد میکنیم. پس به این ترتیب سخن از اختیار گفتن در مراحل پایین تر از وجود انسانی امر نابجایی است. اما در مراحل بالاتر از مراحل روح انسانی اگر توجه کنیم، مثلا اونجا که به تعبیر متداول ملک یا فرشته میگویند، البته از عبدالبها تعبیری فرمودند حق تعبیر و جنبه الهی بیان رو ما در لوح مبارکی که سخن از این مطلب دران میرود ببینیم، ملائکه رو معنی کردند از جمله معانی که میتواند پیدا بکند به قوای غیبی الهی که در کار است در عالم وجود. یک همچو قوایی هم نمیتواند بد یا خوب درش باشد، برای اینکه مفتور به خوبی است، مفتور به نیکی است، منشأ خیر است، بنابراین باید خیر باشد. وقتی اینطوره در مورد او هم اختیار معنی پیدا نمی کنه، یعنی در مورد مقامات ارواح مجرده که بالاتر از انسان است و تعبیر به قوای الهی می شود، قوای غیبی می شود، حتی برتر از اون برویم گاهی تعبیر به اسماء الله می شود و امثال اینها، در اونجا هم باز ما تعبیر از نیک و بد نمی توانیم ببینیم. البته چون صحبت از ملائکه به میان آمد، گرچه اشاره کردم ولی تعبیر هم بکنم که ما ملائکه رو به صورت موجودات متحیزی که به صورت ظاهر دارای ترکیب مادی باشند و به صورت ظاهر بال و پر داشته باشند و به صورت ظاهر به صورت موجوداتی لطیف تر از انسان منتها در همون حال دارای جنبه جسمانی و هیکل طبیعی نمیدانیم. تعبیر معنوی روحانی برای اون میکنیم، گاهی تعبیر به نفوس طیبه طاهره از نوع انسان در همین عالم میکنیم و گاهی تعبیر به ارواح مجرده و گاهی تعبیر به قوای غیبی الهی که بدون وسیله دلالت الله در عالم جاری و نافذ می شود و امثال اینها، بدون اینکه قائل به موجودات متحق و متحیز به این صورت به نام ملائکه باشیم. و منظور از اشاره به اون در اینجا این بود که انسان قرار می گیرد به صورت معتدل و متوسط در بین دو قطب که یکی از اینها میتواند، یعنی بهتران نیست که بگیم میتواند بلکه بهتران است که بگیم باید مفتور به نیکی باشد، باید نیک باشد بدون اینکه بدی برای او معنی پیدا بکنه، باید کمال نسبی در حد خودش نشون بدهد بدون اینکه آثار نقص به صورت شر از او ظاهر بشود، و طرف دیگر میتواند بد بکند بدون اینکه کار او بد باشد، ولی همون رو میکند که جزون نمیتواند بکند. انسان در این میان واقع است، در میان این دو قطب به صورت حد اعتدال، به صورت یک مرحله متوسط که در اون نیک و بد معنی پیدا میکنه، اراده به کار میفته، اختیار پدید میاد و انتخاب در عمل و در فعل و در حال ظاهر میشه. انسان رو به این ترتیب با نه تنها موجود مختار میدانیم بلکه تنها موجود مختار در عالم خلق به حساب میآوریم. البته مظاهر امر
که انسان کامل هستند اختیار رو هم به طور کامل دارن. میدانیم که از مظاهر امر الهی، از اون چه به تعبیر دیگران انبیا گفته می شود، در آثار مبارکه به نام انسان کامل هم تعبیر شده است، از جمله به صریح بیان در کتاب مستطاب مفاوضات از تبدیل انسان کامل. وقتی انسان کامل بود، هر اون چه در انسان است به طور کامل در اوست، از صفات عالیه و کمالات انسانی. بنابراین اختیار انسان هم در مظاهر امر به صورت کاملش، به اکمل صورتش وجود دارد. البته چون به اکمل صورتش وجود دارد، بنابراین تفاوتی پیدا خواهد کرد با اون چه در انسان به صورت محدود و ناقص جلوه کرده. و به همین جهت محدود و ناقص بودنش، منشأ بدی همونطور که منشأ نیکی میتواند باشد اختیار. اما وقتی میرسیم به خدا، خدا رو ما در بین جبر و اختیار هیچ وقت قرار نمیدیم که بگیم مجبور است یا مختار است، برای اینکه بالاتر از جبر و اختیار. این تقسیم به مجبور و مختار رو مثل خیلی از تقسیماتی که از شؤونات عالم امکان است نمیتوانیم به خدا نسبت بدهیم، برای اینکه خدا فوق تعیناته. چون فوق تعیناته، هیچ گونه تعینی نداره، نمیتواند متعین باشد به صفت مجبور یا صفت مختار. فوق جبر و اختیار است، برای اینکه اینا همه صفاته و صفات او عین ذات است. در عالم امکان که صفت غیر از ذات باشد، صفات میتواند تعین پیدا بکنه، متعین باشد به اقسام مختلف و ظاهر بشود به صور مختلف، و از اون جمله جبر یا اختیار یا درجات بینابین برای اونها پیدا بشه. پس به این ترتیب به اون معنا که ما انسان رو مختار میدانیم، در واقع هیچ چیز رو شریک اون نمیگیریم. انسان همونطور که مظهر کمالات الهیست، مظهر صفت کمالیه اختیار هم هست. این که گفتیم انسان مظهر کمالات الهی است، چون همه موجودات مظهر کمالات و صفات الهی است. در واقع خود خدا ذات است و صفات او هم عین ذات است، یعنی صفات زائد بر ذات نداره. خدا هیچ صفتی، هیچ تعینی نمیپذیره، نداره در حد ذات خودش. صفاتی که به خدا تعلق میگیرد یا ما تعلق میدهیم، به نسبت با عالم امکان معنی پیدا میکنه. یعنی در عالم خلق به نسبت با حق، که البته این نسبت هم از لحاظ عالم خلق است، چون خود عالم حق نسبت نمیپذیرد، صفات الهی معنی پیدا میکنه، مثل سمیع و بصیر و قادر و عالم و امثال اینا، که از جمله اینها صفت مختاره. صفت مختار هم مثل سایر صفات، مثل سایر صفات الهی در عالم ظاهر می شود و از لحاظ ظهور در عالم است که عنوان پیدا می کند، معنی پیدا می کند، و الا در حد ذات او این صفات وجود ندارد، یا لااقل جدا از ذات و زائد بر ذات وجود. پس همه کمالات خدا در عالم خلق، همه صفات خدا در عالم خلق ظاهر میشه. منتها صفت مختار صفتی است که اختصاصاً در انسان ظاهر میشه. به این ترتیب انسان برخلاف سایر موجودات مظهر همه کمالات الهی است، مظهر همه صفات خدا است، و از جمله ها صفت مختار است. و از بها الله در لوحی با اشاره به این لطیفه دقیقه الهیه که صفات الهی در عالم کائنات ظاهر می شود، می رسند به خلقت انسان و می فرمایند به تجلی اسم مختار انسان را از کتم آدم بعثه وجود آورد. البته این بیان مبارک نیست، خواهید بخشید. به تجلی اسم مختار انسان را از کتم آدم بعثه وجود آورد.
یعنی در واقع صفتی که جلوه کرده و انسان به وجود آمده و با اون صفت اختصاص پیدا کرده و امتیاز پیدا کرده نسبت به سایر موجودات، صفت مختار است. پس انسان موجود صاحب اختیار است. البته وقتی میگیم صاحب اختیار یا مختار، اشتباه نشود، انسان سراپا اختیار نیست. چرا؟ برای اینکه انسان سراپا انسان نیست. اگر بنا بود انسان سراپا انسان باشد، فقط انسان باشد، هیچ جنبه دیگری در اون نباشد، میتوانست مختار باشد، یعنی روح مجرد مفارق باشد. اما انسان فقط انسان نیست، انسان سراپا انسان نیست، انسان جماد است، یعنی ترکیب بدنی طبیعی مرکب از اجزای عنصری دارد. این تابع قواعد حاکم بر تعبیر عناصر باید بر ترکیب عناصر باید دیگه است، تابع قوانین حاکم بر عالم ماده است، تابع طبیعت و مختزیات طبیعت است. چگونه میتواند اکثر عناصر شیمیایی در ترکیب خون و گوشت و پوست و استخوان وارد باشه و انسان خون و پوست و گوشت و استخوان رو داشته باشد و در بند مراعات ضرورتی که ناشی از مختزیات گوشت و پوست و خون و استخوان است نباشه؟ همچیزی همچه توقعی جمع نقیزه اینه. انسان نبات است، زندگی نباتی دارد و به این معنی است که تنفس میکند، به این معنی است که تغذیه میکند، به این معنی است که رشد میکند، به این معنی است که تولید مثل میکند. مختصیات حیات نباتی انسان و همه این احوال، یعنی احوال نباتی در او تابع ضرورته و انسان به حکم ضرورت اونها رو باید مراعات بکند. نمیتواند که نکند، نمی توانید شما نفس نکشید یا در نفس کشیدن تابع قواعد نفس کشیدن نباشید و همینطور سایر احوال نباتی شما. علاوه بر این انسان حیوان است، یعنی حس دارد، حرکت ارادی دارد، حرکت ارادی تو اونجا که شأن حیوانه دارد در جهات مختلف. وقتی انسانی که حس دارد قوه حاسه دارد، یعنی از این لحاظ حیوان است، نمیتواند شؤون قوه حاسه رو مراعات نکند. چشم او چنان که میتواند ببیند میبیند، گوش او چنان که باید بشنود میشنود. بنابراین او نمیتواند گوش خودش رو و چشم خودش رو به کار نبرد یا بدون گونه که گوش و چشم اقتضا می کنند به حکم حیات حیوانی به کار نبرد. باید اینها رو مراعات بکن. پس به این ترتیب ما ببینیم که انسان فقط انسان نیست تا بتواند فقط مختار باشد یا سر تا پا اختیار باشد. از لحاظ جنبه جمادی و جنبه نباتی و جنبه حیوانی وجود خودش مثل جماد و نبات حیوان در بند طبیعت مختزیات طبیعی است. البته این به اصطلاح علمی است، به اصطلاح فلسفی و به اصطلاح الهی هم که بخواهیم بگوییم، در واقع از لحاظ جماد بودن و نبات بودن و حیوان بودن در همون مسیری است که به اراده خدا جماد و نبات حیوان در همون مسیر باید باشند و مجبورند که باشند و مضطرند که باشند. بنابراین مراعات مختزیات این شؤون متعدد و مختلف برای انسان ضرورت داره و انسان از این لحاظ در بند جبره، در بند ضرورت. اگر بنا بود ما انسان رو صرف جماد و نبات حیوان بدانیم، هرگز نمیتوانستیم قائل به اختیار در او باشیم. همونطوری که مادیون، یعنی کسانی که در انسان قائل به جنبه مختص و مستثنا و ممتاز نسبت به سایر حیوانات نیستن، یعنی انسان رو هم مثل حیوانات زاییده و ساخته و پرداخته ترکیب مادی مخصوصی میدانن که در یک مرحله خاصی از
تکامل این ترکیب است. حد اکثر امتیاز این است. اگر کم شغلی داشتیم در مورد انسان رو هم نمیتونستیم مختار بدانیم، همونطوری کسانی که همچون رأیی دارن انسان رو مختار نمیدانن. اما کسانی مثل اهل بها که قائل به روح انسانی هستند و انسان رو ممتاز میدانند به داشتن قوهی خصوصیتی که در موجودات دیگر نیست، از این لحاظ خاص او رو مختار میدونند. البته ما از اون لحاظ که انسانیم، اون چرا که مقتضیات جنبه جمادی و نباتی و حیوانی ماست میشناسیم، شعور به اونا پیدا میکنیم، وقوف پیدا میکنیم که در خود جماد و نبات و حیوان همچو وقوفی همچو شعوری حاصل نیست، و به سبب همین شعور و وقوف میتوانیم حتی بند بر گردن جنبه جمادی و نباتی و حیوانی وجود خودمون هم بگذاریم، حتی اونها رو هم میتوانیم به رشته بکشیم و این رشته رو به دست بگیریم و راهنمایی بکنیم. یعنی در واقع نه تنها مختاریم بلکه صاحب اختیار جماد و نبات و حیوان هم میشویم، لااقل تا حدی که به ما مربوطه، به ما یعنی به جنبه انسانی وجود ما مربوط. این از اونجاست که ما در خودمون شعوری میبینیم که اون شعور رو در موجودات دیگر نمیبینیم. این شعور چه میکنن؟ این شعور با هر حالتی با هر عملی همراه میشود و اون رو مضاعف میکند، جنبه دوگانگی به اون میدهد. به این معنا که اگر نبات نفس میکشد، انسان نفس میکشد و میداند که نفس میکشد. اگر حیوان میبیند خشم میگیرد میترسد، انسان میبیند خشم میگیرد میترسد و میداند که میبیند و خشم میگیرد و میترسد. یعنی هر امری هر حالتی دو جنبه پیدا میکنه در انسان که یکی از این دو جنبه شعوری است که نسبت به جنبه دیگر حاصل میشه در انسان، و یک همچه امری خاصه انسان است، وجه ممیز انسان. به مناسبت همین شعور و همین وقوف انسان ممتاز میشود از حیوان و هر امر دیگری در طبیعت. وقتی این طوره انسان شعور داره، این شعور به انسان اختیار میدهد، یا بهتر است که بگیم این شعور موجبات بکار افتادن اختیار رو فراهم میکنه. شعور عین اختیار نیست، ولی موجب بکار افتادن اختیار هست، لازمه اختیار هست. خود اختیار یه امری است که ما اون رو احساس میکنیم بدون اینکه اثبات بکنیم، یعنی عیناً مثل محسوسات ما، اون چیزی که میبینیم حس میکنیم که میبینیم و با همین حسمون میپذیریم وجود اون رو بدون اینکه کسی اثبات بکنه اون رو برای ما، به احتیاجی به این اثبات باشه، حتی امکانی برای این اثبات باشه، اختیارم یک کم شام نیست. اختیار به طور طبیعی در ما حس میشه، ما خودمون اختیار رو حس میکنیم. به همین جهت درست نیست اگر از ما بخوان که وجود اختیار در خودمون اثبات بکن. کسانی که اختیار منکرند و قائلند به این که جبر بر احوال انسان حاکم است، اونها هستند که باید اثبات بکنند اعتقاد خودشون، چون اونها هستند که امری برخلاف اون که انسان احساس میکند قائل میشن. چگونه انسان اختیار خودش رو احساس میکنه در خودش؟ به دو واسطه و در دو مرحله. اولا قبل از شروع به عمل با تردیدی که نشون میدم، بکنم یا نکنم، بگم یا نگم، درم یا نرم، بیام یا نیام، اینها همه حاکی از این است که
ما خودمون رو در انتخاب هر کدام از این دو راه مختار می‌بینیم. معنی نداره من تردید پیدا بکنم که برم یا نرم. این تردید نشانه این است که میتوانم برم یا نرم و خودم باید برگزینم رفتن یا نرفتن رو. این تردید نشانه همینه. همینطور ندامتی که بعد از عمل حاصل میکنیم یا رضایت خاطری که بعد از عمل پیدا میکنیم، بعد از انجام کاری یکی از دو حس رو ما دست میدن، یا پشیمانیم یا شادمانیم، یا ندامت داریم یا رضایت داریم. همین که ما ندامت حس میکنیم، خودمون رو پشیمان میابیم از این که چرا این کار رو کردیم، نشانه این است که حس میکنیم میتونستیم نکنیم و به اراده خودمون این کار رو بدین سان، بدین صورت، بدین گونه کردیم. اگر یک همچه حسی در ما نبود، ما احساس اختیار در خودمون نمی کردیم، چرا می باید خودمون رو نادم ببینیم؟ معنی نداشت ندامت ما. خیلی واضح می شود این مطلب رو بیان کرد، ادا کرد. اون موقعی که کسی ما رو ملزم می کند به قوه قاهره به انجام دادن کاری، یا مثلا در خواب کاری انجام میدهیم، یا فرد فرمید که تحت تأثیر ادویه‌ای که دواهایی که تأثیر خاصی در انسان میکند کاری رو انجام میدهیم، بعد به هیچ وجه احساس ندامت نمی کنیم حتی اگر آدم کشته بشه. در اون موقع هم ندامت ما فقط به این مناسبت است که اون موقع که میتونستم در وضعی قرار بگیرم که این قوه قاهره با من مصادم نشود و منو مجبور نکند، چرا قرار نگرفتم؟ یعنی یه ندامتی هم اسم بکنیم، برمیگرده به اون امری که خودمون رو در اون مختار میدیدیم. پس مادام که ما احساس ندامت میکنیم، دلیل بر این است که احساس اختیار در خودمون میکنیم. تردید قبل از عمل و ندامت بعد از عمل وجود اختیار رو در ما نشون میدن، نه اینکه اثبات بکنند، چون اثبات واسطه میخواد، این مستقیما احساس میشه در ما بدون واسطه امر دیگر، به صورت یک علامتی است حاکی از اختیار. عینا همونطوری که وقتی شما فرض فرمید حکم میکنید به این که کسی متعجب است یا خوشحال است یا میخواد به شما اظهار ادب بکند، از روی خنده است که بر لبان او میبینید، یا حکم میکنید که نفرت دارد یا کینه دارد یا خشم دارد، از روی چی نیست که بر ابروی او در حین نگاه کردن در روی شما میبینی. این علامته، این دلیل نیست، برهان نیست، علامت است برای یک امر محسوس، محسوس به ثبات. ما اختیار رو در خودمون با این دو علامه احساس میکنیم. البته کسانی که قائلند به این که حتی در حالتی هم که ما احساس میکنیم که مختاریم، بازم مجبوریم، منتها دلایل مجبور کننده بر ما مجهول است، اونها هستند که باید این رأی غیر مرئی خودشون رو اثبات بکنن. برای ما قائل بودن به اختیار اثبات نمیخواد، چون احساس میشود. به اندازه احساس میشود که حتی گاهی ما اون رو طوری لازمه جنبه انسانی وجود خودمون میبینیم و میدانیم که وقتی اون رو سلب میکنن از ما ناراحت میشیم. اگر کسی بخواد برای ما تعیین تکلیف طوری بکند که اختیار من در این میان به هیچ کار نیاید یا هیچ کار باشد، معترض میشدیم که من انسانم، من که ماشین نیستم، من که حیوان نیستم که قلاده به گردنم بیندازید و بکشید، من خودم میتوانم تکلیف خودم رو بفهمم، تعیین کنم. یعنی در واقع مختار بودن خودمون رو و مختار شناخته شدن خودمون رو شرط انسان بودنمون میدانیم و همینقدر برای قائل بودن به وجود اختیار کافیست. مگر شما وقتی قائل به این هستید که ترس در وجود شما هست، این ترس رو از کجا اثبات میکنید که هست؟ مگر نه از این راه که حس میکنید ترس رو در خودتون، یا علائمی دلالت میکند برای اینکه ترسی در شما وجود داره. اختیار مزمون قبیله.
احساس میشه و علائمی هم که اون رو نشون میده تردید قبل از عمل است و ندامت بعد از عمل. از همین جا که تردید قبل از عمل و ندامت بعد از عمل اختیار رو مشخص میکنه، همین دو امر حدود اختیار رو مشخص میکنه، یعنی نشون میدهد که اختیار در مورد اعمال اخلاقی است، در مورد اعمال اخلاقی، در مورد اون چه میتوانیم به اون نیک یا بد بگوییم، در اون مورد است اختیار معنی پیدا میکنه. یا به عبارت دیگر در مورد اعمالی است که مجازات و مکافات در مقابلش وجود داره، چه به حکم وجدان اخلاقی، چه به حکم جامعه بشری، چه به حکم دیانت الهی، مجازات و مکافات است در مقابل، یعنی اعمال اخلاقی، اعمالی که میتوان عنوان نیک یا بد بر اونها اطلاق. اختیار انسان در این موارده، در موارد امور اخلاقی است. و در همین موارد هم است که تردید معنی پیدا میکنه، در همین موارد هم است که اختیار ندامت معنی پیدا میکنه. خلاصه در مورد تکلیفه، یعنی شرط لازم تکلیف اختیار. اگر اختیار باشد تکلیف هست، اگر تکلیف باشد اختیار. بنابراین اختیار به صورت شرط لازم تکلیف اخلاقی جلوه میکنه، و چون اونجا که تکلیف اخلاقی معنی پیدا نکند، اختیار هم معنی پیدا نمیکنه. برعکسش هم درسته، اونجا که اختیار معنی پیدا نکنه، تکلیف اخلاقی هم معنی پیدا نمیکنه. بنابراین برمیگردیم بیان موجز نظام است عبدالبها که فرمودن حدود جبر و اختیار حدود تکلیفه، یعنی حدود اموری است که مجازات و مکافات داره. در اون مورد که عمل من به پای من نوشته می شود و جزایی در مقابل اون قرار می گیرد، چه به تشخیص خودم و به حکم وجدانم، چه به تشخیص جامعه ام و به حکم قانونم، چه به حکم دیانه ایمانم و به تشخیص خدایم، و هر کدام از این سه طریق در نظر بگیری یا طرق دیگری که برای مجازات و مکافات بتوان تصور کرد، مثل افکار عامه، مثلا ملامت باطنی و ضمنی افکار عامه که متوجه ما میشود و امثال اینا، اونجا که یک همچو جزایی در کار است که نشان میدهد که عمل عمل تکلیفی است نه عمل تکوینی، عمل عمل اخلاقی است، اونجا اختیار معنی پیدا میکنه. اگر اختیار نباشد تکلیف به یک کار خودش میرود و مسئولیت هم منتفی میشود و اخلاق هم معنی پیدا میکنه. به این ترتیب حدود اختیار هم معلوم میشود که چیست. حدود اختیار حدود اخلاقه، حدود تکلیف حدود خیر و شر. در باقی موارد من نمیتوانم خودم رو مختار بدانم. البته این تکلیف ممکنه تکلیف در قبال شخص خودم باشه، ممکنه تکلیف در مقابل خانوادم باشه، ممکنه تکلیف در مقابل وطنم باشه، ممکنه تکلیف در مقابل نوعم باشه، ممکنه تکلیف در مقابل عالم طبیعی، عالم خلقت به طور کلی باشه، ممکنه تکلیف در مقابل حق مطلق. هر اون که بتوان نام تکلیف بر اون نهاد مستلزم اختیاره و خارج از حضور تکلیف اختیار مورد نداره، معنی نداره. حتی احساس تردید و ندامت هم درست در همین مواقع می شود که پای اخلاق و پای جزا به میان میاد، یا به عبارت بهتر پای مسئولیت و پای مکافات به میان میاد. مثلا شما ندامت پیدا می کنید که چرا تند دویدم تا زمین بخورم و سرم بشکنم، احساس ندامت پیدا میکن. میگین این امر اخلاقی که نیست، پس چرا ندامت به من دست داد، پس چرا احساس اختیار در این امر میکردم که به موجب اون نادم هم بشدم. مسئله این است که در این مورد و
وقتی ندامت رخ میدهد در ما، ندامت ما درس میدهد، که توجه کنیم که به مناسبت فعلی که از ما سرزده است تکلیفی رو در قبال خودمون که حقی بگرد برای خودمون داریم و به همین جهت تکلیفی که متوجه ما هست در مقابل خودمون از ما ساقط می شود به مناسبت این قدر. پس به هر صورت اختیار محدود است به حدود تکلیف، تکلیف اخلاقی، و در این موارد انسان مختار است. این مطلب رو هم متوجه شدید بیان، یعنی توجه فرمودید، منتقد شدید که بنده وقتی عرض کردم که اختیار خاص انسان است، گفتم چون انسان موهوب به روح مجرد است، چون روح انسانی در او هست، به همین سبب است که میتواند از شؤون عالم مادی و مختزیات طبیعی فارغ باشد در حدودی که مربوط به روح انسانی است و اختیار محدود به همون. بنابراین کسانی که قائل به روح نباشند قائل به اختیار نیستند، و ما که قائل به اختیاریم ناگزیر قائل به روحیم. البته در این میان کسانی هستند که در خودشون در معرض تناقض قرار دادن، از عجیب ترین تناقض ها، کسانی که امروز دیگه بازارشون از رونق افتاده، بعضی از طرفداران فلسفه های اگزیستانس که در این حال که انسان رو مختار می دانستن، حتی مختار مطلق می گرفتن، همه چیز رو به اختیار انسان می دانستن، در همون حال هم به روح قائل نبودن، به روح مجرد. اینم یه حرفیست دیگه، در اول جز همه یه حرفایی که خوش داشتن صاحبان اونها که خودشون رو دچار تناقض بکنن یا خرق اجماع بکنن، ولی اعتبارش هم چند روز بیشتر نیست، این حرف ها و از میان میره. یا باید گفت روحی وجود ندارد پس ما مجبوریم، یا باید گفت روحی وجود دارد و ما مختاریم. من مختارم ولی روح ندارم حرف بیمانیست.